قوم یعجوج و ماجوج کیستن؟ چطور قومی هستن؟ از آدمیزاد هستن یا جنیان؟ یا شاید قومی متفاوت هستن؟ در حدیث های پیامبر از صدها علامت در رابطه با زمان وقوع آخرالزمان و چگونگی آن خبر داده شده. رخ دادن علائمی که 14 قرن پیش پیامبر از آنها خبر دادند. در عصری که زندگی می‌کنیم، مژده‌ای برای مؤمنانی است که عصرهاست منتظرش هستند. یکی از این مژده‌های آخرالزمان ظهور دوباره سفیر مبارک خداوند یعنی عیسی مسیح به روی زمین و همراه شدنش با ناجی قرن 21 یعنی حضرت مهدی علیه السلام برای از بین بردن فتنه دجال و حکم فرما کردن اخلاق اسلامی روی زمین میباشد. قبل از تماشای این ویدیو چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو را لایک کنید. موضوعی که در این ویدیو روش تمرکز خواهیم کرد یعجوج و ماجوج که پیامبر اونها رو یکی از علائم آخرالزمان خواهند خوند. اینکه کیستن و چه زمانی به میان خواهند آمد و به چه شکل از میان برداشته خواهند شد عصرهاست مورد بحث است. تا به امروز در مورد یعجوج و ماجوج کتابها و مقاله های زیادی نوشته شده، اما در مورد یعجوج و ماجوج که در کتاب مقدس مسیحیان یعنی انجیل و کتاب مقدس یهودیان تورات، گوک و مگوک خوانده شده است، درست‌ترین اطلاعات را از حدیث‌های پیامبر و آیه‌های قرآن و اثرهای با ارزش علمای اسلام می‌توانیم به دست بیاوریم. سدی که حضرت ذوالقرنین در گذشته ساخت، مانع خرابکاری یعجوج و ماجوج شد. سوره کهف آیه 94 در مورد یعجوج و ماجوج چنین می‌فرماید: گفتند که طائفه یعجوج و ماجوج در این سرزمین فساد می‌کنند. آیا حاضری پولی از ما بگیری و میان ما و آنها سدی ایجاد نمایی؟ در آیات قرآن از یعجوج و ماجوج به عنوان قومی که در زمین فساد می‌کنند یاد می‌شود. چرا که یکی از علمای سرشناس در یکی از کتاب‌هایش یعجوج و ماجوج را اهل غارت و فسادگر و برهمزن خوانده است. سوره کهف آیه 95 و 97 می‌فرماید: آنچه پروردگارم در آن به من قدرت داده از کمک مالی شما بهتر است، پس مرا با نیروی کمک کنید تا میان شما و آنان سدی محکم بسازم. پاره های آهن را برای من بیاورید. تا آنگاه که میان دو کوه با انباشتن پاره های آهن برابر شد، گفت بدمید تا وقتی که آن را مانند آتشی گرداند. گفت مس گداخته و آب شده بیاورید تا روی آهنانم بریزم. پس با ساختن این دیوار آهنی یعجوج و ماجوج نتوانستند از آن بالا روند و نتوانستند در آن رخنه‌ای پیدا کنند. همانطور که در آیات اشاره شده، حضرت ذوالقرنین قومی را که از او کمک خواسته بودند با سد مستحکمی که در بین دو کوه برایشان ساخت یاری کرد. سد محکمی که ذوالقرنین برای قوم ظالم و فاسد یعجوج و ماجوج ساخت جلوی ظلم و فساد آن قوم را گرفته بود. در سوره انبیا هم چنین اشاره شده. ذوالقرنین گفت فروپاشیدن و خراب شدن سد یکی از نشانه های آخرالزمان است. در این آیه ای از سوره کهف هم از زمان آینده می گوید. یعجوج و ماجوج به عنوان یکی از نشانه های آخرالزمان یاد می شوند. آنطور که در سوره کهف اشاره شده، قبل از قیامت سد ذوالقرنین خراب می شود. ذوالقرنین گفت که این لطف و رحمتی از خدای من است و آنگاه که وعده خدای من فرا رسد آن صد را متلاشی و هموار با زمین گرداند و البته وعده خدای من محقق و راست است. حالا در اینجا چیزی را می‌خواهیم مشخص کنیم. در اینجا ممکن است یعجوج و ماجوج از نسل آدمیزاد و یا از جنیان تصور شوند و یا مخلوقی باشند که در زمانی بین انسانها و جنیان آفریده شدند و یا ترکیبی از جامعه جنیان و تمدن انسانها باشند و یا شاید مخلوطی از انسان و جنیان باشند. این هنوز مشخص نیست، اما اگر هنوز از سد آهن و مس نمیتوانند رد شوند، میتوانیم نتیجه بگیریم آنها در این دنیا و یا دنیای متفاوت هستند. اما از نظر علما آنها در معدن زیرزمینی بین دو کوه در این دنیا که ممکن است کیلومترها زیر زمین باشند هستند. تنها جایی که اونها میتوانند خارج شوند کوهی است که ذوالقرنین از آهن و مس ساخته. در مورد فرو ریختن سد ذوالقرنین روایات زیادی وجود دارد.
از نظر علما وجه مشترک این روایت این است که در همه اونها فرو ریختن سد ذوالقرنین یکی از نشانه‌های قیامت دانسته شده. یکی از علمای سرشناس اعتقاد داشته وقتی امر الهی نازل شود سد خراب خواهد شد و این اتفاق علامت آخرالزمان است. آنطور که در قرآن اشاره شده وقتی سد خراب شود قوم یعجوج و ماجوج از هر تپه‌ای سرازیر می‌شوند. اگر قرار است از هر تپه‌ای سرازیر شوند، چرا ذوالقرنین فقط یک تپه را مسدود کرده بود؟ پس در واقع یک تپه با هزاران و یا میلیاردها مخلوق خواهد بود، یعنی دو برابر جمعیت انسان‌ها. وقتی سد باز شد قوم یعجوج و ماجوج از هر تپه‌ای سرازیر می‌شوند. وعده حق به واقعیت پیوسته. در این لحظه چشمان منکران از کاسه بیرون خواهد زد، خواهند گفت ای وای بر ما، بیگمان از این حقایق در غفلت بودیم، بلکه ستمکار بودیم. در این آیه خداوند چنان معنایی القا می کند که وقتی انسانها آنها را می بینند گروه گروه به اسلام و مسلمانی می شتابند. در آیات به مضامینی چون وعده های حق به واقعیت پیوسته و نزدیک بودن آخرالزمان اشاره می شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی فرمودند تا این علامت ها ظاهر نشود قیامت رخ نمی دهد. طلوع خورشید از غرب، دبه، یعجوج و ماجوج، دود سیاه، ظهور عیسی پسر مریم و سه زلزله بزرگ. حالا به یک تاریخ قدیمی برویم. مغول هایی که در قرن 13 یک امپراتوری بزرگ تشکیل داده بودند، وحشی ترین و بی‌رحم ترین ارتش جهان شناخته شدند. این ارتش تشکیل شده از مغول‌ها و تاتارها به سلطنت چنگیزخان و بعدها پسرش جنایات بسیاری در تاریخ مرتکب شدند. آنطور که در منابع تاریخی آمده آنها جامعه‌ای بودند که هر چه را در مقابلشان می‌دیدند نابود و غارت کرده و هر کسی را چه کودک و چه زن و چه پیر سلاخی می‌کردند. وقتی به خاک ایران و ترکیه پا گذاشتند صدها هزار انسان را به قتل رسوندند. تمام مدارس و کتابخانه ها و مساجد مناطق تحت تصرفشون رو به آتش کشید و نابود کردند. تمامی آثار هنری بخارا و سمرقند و هرات رو به غارت بردند. به روایت تاریخ در بعضی از شهرها میلیون ها انسان رو، حتی گربه ها و سگ ها و تمام جونداران رو تارومار کردند. به روایت حدیث های مربوط به آخرالزمان، خروج دجال هم که بدی ها رو روی زمین حکم فرما کرده و انسان ها رو از دین جدا و به سمت پلیدی ها سوق داده و مسبب آشوب و فساد می شود از علائم آخرالزمانه. جنگ ها و کشتار ها و آشوب هایی که در دنیا به ویژه جهان اسلام می بینیم یکی از نشانه های آخرالزمانه. در حدیثی اومده در اون زمان فتنه ها، آشوب ها و انقلاب های زیادی میشه و انسان ها همدیگر رو میکشن و خودکشی های زیادی میشه و زمین رو بلاها فرا میگیرن. دجال و یعجوج و ماجوج چطور از بین میرن؟ در این لحظه دجال که دشمن خداست وقتی عیسی مسیح رو میبینه همونطور که گرد و خاک در آب حل میشه حل شده و از بین میره. وقتی دجال فتنه پراکنی میکنه خداوند پسر مریم عیسی مسیح رو میفرسته. هر کافری که مسیح رو میشناسه مطلقاً نابود میشه. عیسی در نزدیکی بیت المقدس با دجال روبرو میشه و اون رو نابود میکنه. خب یعجوج و ماجوج چطور از بین میرن؟ خداوند دبت الارض رو برای یعجوج و ماجوج مسلط میکنه. دبت در عربی به معنای حیوان و جاندار است. اسمی از ریشه دبت است. دبت به آرام راه رفتن و پیچ و تاب خوردن گفته میشود و برای حیوانات و حشرات استفاده می شود. به گفته سوره سبع آیه 14 دبت الارض باید کرم درختان باشد که استخوان انسانها را مثل درخت جویده و در وجود انسان تا دندان و ناخون نفوذ خواهند کرد. خداوند متعال می گوید آن دبت یک نمونه است، چون اگر کاملا یک شخص بزرگ باشد به هر جا و هر کسی نمی رسد. پس یک طایفه حیوانی و وحشتناک خواهد بود. در نتیجه از میان برداشته شدن فتنه دجال و یعجوج و ماجوج توسط عیسی مسیح مژده‌ای بسیار بزرگ برای اهل ایمان است. پیامبر در حدیثی فرموده مؤمنان و حضرت عیسی بعد از یعجوج و ماجوج سالها زندگی خواهند کرد. عصری پر از صلح و آرامش و اعتماد خواهد بود. با اذن خداوند یعجوج و ماجوج و دجال نمی‌توانند مانع وعده خداوند شوند. تمام دنیا رو در نهایت نور خدا فرا خواهد گرفت. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه با زدن دکمه شیر به دوستانتان این ویدیو رو نشان بدهید.
برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر.